شوهرم خوان سیمتاو بود، بازو معتاد شد. معتاد شد مدت 4 سال است که مرده و زندهش گم شد. باز بر من اول آمدن که شوهرتان مرده، موتر زدش. دمی خانه کار میکنم، دمی مدت 5 سال 6 سال بسیار کار خود خانه زحمت کشیدیم. امی اولادم خود بریزه بسیار کار زیاد کردم، شیمه داشتم، کوه داشتم. امی یک 3 سال میشه دشکم ما یک دانه است، امو دانه زیاد مرا جلب داده. سلام علیکم. خوب هستی لالا جان؟ نامت که چیست؟ مبارز. مبارز؟ آه مبارز جان چند سال هستی قندلک؟ 5 ساله. 5 ساله؟ خب خب. یکان تو کازه میرم از که کار میفنه کنید ترسوزش. خونه دلم میچه کدم دانو پیچه میشنم سعی میکنم سعی میکنم که بیچاره میرم. هر دفعه ما ما دختری کیاد کنی روشته در سر دیگه ما مادر بچه ها میزنه با. واقعیت موتر زدن بش سیارم تو خونه خونالی بود که در خوش کرد. این اتفاق 5 سال پیشه اتفاق بود؟ 3 سال پیشه. 3 سال میشه که نمی اتفاق بودم، 3 سال دیگه می آمدن. این تفلک ها باز مکتب و مدرسه اینا میره؟ خب اگر خودم در خانه باشم میتونم سرش بزن پرستی کنم برای مجد برم باشه برم. اگر نباشم این دخترک هست ایوان بیچاره می بود بالش می رو بکنش چه دایش هم دایش هست این بیچاره به درس خود رسی بگی کنه می بکنه اگه باشم می شه اگه نباشم می تو بی خواهی نباش که خدا می شه. دخترک های دیگه تان کجاست مادر جان پیله؟ دخترک های دیگه بار از پیش می کنم خاندر می ده. با خودت تو جای کار می کنی؟ آه دمی خانه کار می کنم دمی مدت 5 سال 6 سال بسیار کار خود خانه زحمت کشیدیم. امی اولادم خود بریزه بسیار کار زیاد کردم، شیمه داشتم، کوه داشتم. امی یک 3 سال میشه دشکم ما یک دانه است، امو دانه زیاد مرا جور داده دیگه حالا نمیتونم. حالا میرم کار میکنم مگم به او رقم نیک وقت کار میکنم. باز شما پیش دکتر رفتین، دکتر چی گفت بر شما؟ در اول قرنطین که رفتم گفت دانه باید عملیات شد. باز او باید پول نداشتم پیسه چه ده دیگه ما کار میکنم پیش دکا کنم بخواه. باز او دانه 70 حال گشته خود دیگه نرفتیم پیش دکتر. و اینجا کودکای بسیار خوب هستن، برادرک ما اینجا هست، همراهشان صحبت میکنیم. سلام علیکم. خوب هستی لالا جان؟ نامه که چیست؟ مبارز. مبارز؟ آه مبارز جان چند سال هستی قندلک؟
5 ساله؟ خو نام خدا. مکتب میری خدا؟ سنف چند هستی؟ سنف دو. سنف دو؟ ده 5 سالگی سنف دو؟ خواه دیگه البته نمیفهم حسابه دیگه. خواهی بگو دو چند میشه؟ بچه اینه دیگه، اگر سنف دو میبودی میفهمیدی که دو چند میشه. خوارکم خدا چطور هستی؟ سلام. خوب هستی خوارکم؟ شکر. نام چیز؟ شیلا جان. چند سال هستی خودت؟ منو 9 ساله هستی. نام خدا. خودت مکتب میری؟ نه. نمیری مکتب؟ و خودت مادر جان گفت که خودت بود پالشی میکنی؟ بله. در کجا؟ در کدام صاحب بود پالشی میکنی؟ در سیرهی علاودی. در سیرهی علاودی؟ بازه تو کدام خاطری تلخ داری که مثلا کسی آزار اذیتت داده باشه؟ ایگان تو بس میداد، بس ایگان تو نمیداد. مثلا قصه بود، چی گونه بود، چی شد؟ ایگان تو کازار میداد، از کاکا میفنه کنی دختر اساس باشه. کودکای ما بسیار سخت است. در این سنه که 9 ساله دخترک است، باید که درس بخونه، مکتب بره، آرزوهایی که داره باید با آرزوهای خود برسه. اما متاسفانه میبینیم که در این سنه خورد وادار شده که بره و روهای جاده کار بکنه و مورد آزار و اذیت بعضی از مردم قرار گرفته. ما شاهد از این بودیم بسیار زیاد که تعداد از هموطنایی که در روهای جاده کار میکنه، البته کودکای نازنین و یک تعداد هموطنایی داریم که اذیت میکنن کودکا را. مادر جان این بایک خوراک ماست؟ آی بایک اکش از اینه میره میگیرم میرونم پیسی یک 5 دانه نه این پیدا میکنه جور که باشم بازی در خانه میباشم من بیرم. بازی مسیر را که قدر دور از چرقم میکنه پیاده میره در موتر میره؟ نه از اینجا تا گلباخ پیاده میره، از گلباخ تا دوغابات پیاده میره تا که یک چند رفع پیدا کنه. بعد از یک در پک پیدا که با دموتر خودم اندازم خون دلم میچه کدم دان کوچه میشینم سعی میکنم سعی تو که بیچاره میه. هر دفعه می ما دختری که یاد کنی روشت در سرت بگیری می مادر بچه ها میزنه من. خیره بچه من پای چکو کنی چاره نه گوش پدر زنده می بود که می آمد اینال یک کار میکد شام تو میشه میگه مادر پدر های کلی گر چیز میاره از من هم یاد کلگی واقعا که تاثیر منفی میگذره وقتی که مشکلات زیاد باشه یک کودکا. اما گیش کودک هستن که در این زمانه باید اینا درس تعلیم بکنن، واقعا سخت است. خوارکم خودت آرزوی چی هست؟ میخوایی در اینده چی شوی؟ نه درس من بخون میگه جای برم کار کن. تو خاطره که از پدر جانت داشته باشی میشه بگوی که مامی پدر میباشی من درس بخونم. اولاد سه تا که دیگه هم آرزوهای زیاد داره میگه مادر جوایت میشه کلگی هرچی من نمیتونم خیره بچه مسئله کنه نتانستم به درس شو نسیدگی کده به خودم شو درد به جانم خانه کرد اصاب میشه شار اصاب این بالا میره رای برم اینه تو مانی کنه روش که چی میشه. لگکای خورد ما ایجا هستن اینا هم گریان میکنه باز رویشان ضعیف میشه. نکنید گریان نکنید تو دیگه مرد خانواده هستی، تو باید چپارست تو کلان شایی سرپرستی فامیله بکنی سیسته؟ خودت میخوای داینده چی شوی؟ گپ بزن؟ انجینیر میخوای شوی؟ باز چی بکنی انجینیر که شدی؟ کار کنی؟
مادر تا نمانی کار بکنه، خورکای تا نمانی کار بکنه، خودت بری کار کنی. سیف آفرین بچه شجاع. و او جلالاگه که دیگه امام هست، نامک از اونا چی هست؟ یوسف جان بیان نکنم دلالش، این روزا مگذره دیگه سخت است واقعا بر شما و مادر جان. فامیل شوهرتان و همچنان کس خیش قو نداره که امروی شما چیز کمک بکنه؟ در تو شرایط کس نیست کس قد ما کمک کنه. شش تا اولاد بای سر سامر اصلا کس از ما سوال نکرد چی میخوری چی نمیخوری. در مدت این دختره کلان 17 سال از دمی 17 سال که با کلاشوی کرده خانه مردم شیشه پاکیش خلش کاره کرده. اگر نه کس از ما سوال کرد نده که حالی شرایط گال آمده حال خیچ کس از کس سوال نده. دیگه خودم مار نمینیم شش تا اولا صبح ما برایم شام ما درایم ولی اگه بفهم ما بچه داریم دختر داریم زندگیم چی رقم تیر میشه تا بکه یه ایک پروردگار آلم تا چه قاید کار کنم. خودم سختم اولاد با کتم سختم، یعنی به درس شان گفتم رسیده ای کده نمیتونم به خوراک شان نمیتونم به او عوض ارمان که یاد داره به واشن رسیدگی کده نمیتونم رای میبرند. شورتان از اول متاد بود یا که پسان رو آوردن؟ نه اول نبود. ای بیا سه اولاد که شده بودم جور این بعد از سه اولاد دیگه شروع کرده رفت کم. دلیلش چی بود؟ دلیلش این هم بیچارگی بیکاری که کار نبود غریبی نبود. چی کار میکنه؟ او خودش هم مزدورکاری میکرد هم سیمتاوی با سیمتاوی رو دیگه لاکر نبود. بازی مزدورکاری که میکرد گای کارش میشه گای نمیشه. یک روز آمد که والا کار نه سرم درد میکنه زفت کرد مخونه میفهمیدم که عمل میزنه خبر کشستم عذر کردم زاری کردم در شفا خانه بردم بسترش کردم میگه دیگه برم نجات ندارم اونم تو بخی از بعد بتر شد برم میرفت گفت یکان تا شام میشد بوجی در پشتش نمبایی در نمبایی میگشت تا که یک چار فرمانو میام شما رو در پشت کوچه میشتم بیاک بیشم تا قطع میزه تو واس کو کوچه را میگفتم چرا نوخ میگم بیاک ده تا نونو پیدا کردم نوخو گریه نکنین که طفلک هاست بالای روحی از اینا هم تاثیر بد میکسره. اون طفلک دیگه نتانست کنترول کده دیرو برامتی طفلک دیگه هم هنوز خورد هسته خورک ما خورد هسته و واقعا که دوستای عزیز بر از این فامیل خیلی مشکل است چون سرپرست نداره دخترهای جوان داره مادر ما و یک دخترکشان کار میکنه و ما خواهش ما بازم از هموطن عزیز امی هسته که دست به دست هم بتین به این شبای مبارک رمضان که نزدیک عید است اینا هم آرزو و ارمان داره که لباس نو داشته باشن در قلب و باید که رسیدگی بکنه و با و ما دوستان عزیز از هموطن عزیز ما که کمک کردن زحمت کشیدن در تمام برنامه های ما پول میفرستن زنده باشن سلامت باشن. مادر جان هموطن عزیز ما که از خارج شما رو میبینن یک مقدار پول یک هموطن ما بر شما پول روان کرده من پول حساب کرده و بر شما تسلیم میکنم. زنده باشین سلامت باشین و باید که ما همو اسم از اونا رو بگیرم همین هموطنه که پول روان کرده اسمشان احمد جان از جرمنی که به مبلغ 20,000 افغانی احمد جان بر ما پول روان کردن و گفتن حاجت که داریم همو خداوند ببین دعا بکنه که حاجت احمد جان برآورده شد ما همی پول حساب بکنم و تسلیم شما میکنم مادر عزیز. مادر جان این 20,000 افغانی را احمد جان بر شما از جرمنی روان کرده و تسلیم شما میکنم مادر جان. من میخوایم که در زندگیم هر کی تا بالغ زحمت کشیدم کار کردم در غیرت خود نخواستم پیش وکیل برم نخواستم پیش مردم برم میخواستم سرپای حد استاد جان از خود یک چیز بسازم مگم نتونستم در 2 سال 300 مردم از زندگی اولاد خود بشم چون که 6 تا بودم هرچی میکردم که باش پوره کنم نتانستم. حالا کیره و هر مسلمان که کتمه کمک کرد خیلی بینم حالا که اولادای مرا زیر نظر داره بخواین که امید تا بچه ما اکتیز شوه از اخت در آخ دیر شد رفت امید تا بچه های دیش کن شوه حالا این دیز یا گوی در گو بانه ما چی کنم گفته اگان تا به مدرس خود یا به کامر رسیدگی کرد نگه کلام گفتنی نبود. خوارکم خودت چی گفتنی داری به هموطن عزیز که خود تعمیل بینیم دست تشکر خیلی میرد برای ما کمک میکنه
خودت چی گفتنی داری؟ من؟ آه تشکر تشکری میکنی؟ آفرین قمدانه نام خدا نام خدا و دوست عزیز بازم مد آخر تشکری میکنم از برادر ما که بر ما پول روان کردن تا ما تانستیم دست از این فامیل نیازمنده بگیریم. خداوند اونا رو خیر نصیب بکنه و هر حاجتی که دارن خداوند حاجتشون رو برآورده بسازه. و این فامیل ما میخواهیم که باید شما هموطن عزیز دست شبیه بگیرین به خاطر که فامیل بسیار نیازمند هستن و ضرورت به کسی دارن که اینا رو همیشه حمایت بکنن و یک کسی اگر باشه که اینا رو ماهانه اسپانسر شه بسیار کار خوب میشه انشاءالله. و این هم بود برنامه امروز ما. تا برنامه بعد که بازم ما بسیر بخشی خدمت شما قرار میگیرم، شما را خوب به خداوند پاک میسپارم. شاد و موفق و خرم باشید.